the babies had gone. There were almost no infants under five. Mogadishu, totally destroyed. I'd seen countless fragile little skeletons sitting and lying under a tree waiting to be fed. I will never be able to forget their eyes, those huge eyes and those tiny little faces. For many it is too late, but for many, many more, we can still be in time. هنرپیشه انگلیسی و فعال انسان دوست حقوق بشر اودیگی بون در شهر ایکسل به بلژیک به دنیا آمد. او فرزند جوزف راسن یک بانکدار انگلیسی و الا وان هنسترا یک اشرافزاده هلندی بود. آدری کودکی خود را در یک مدرسه دخترانه در انگلستان گذراند. پدر آدری که از حامیان نازیست بود در سال 1935 خانواده خود را ترک کرد و آدری و مادرش را تنها گذاشت. با آغاز جنگ جهانی دوم مادر آدری که گمان کرد هلند از اشغال نیروهای هیتلر در امان خواهد ماند او را به خانه پدریش در آرنم هلند برد. اما دیری نگذشت که هلند به اشغال نازی ها در آمد. آدری بنا به توصیه مادرش نام خود را به ادا وان هنسترا تغییر داد تا به دلیل نام انگلیسی خود مورد شک اشغالگران نازی قرار نگیرد. آدری که از کودکی به رقص باله رو گرفته بود در نوجوانی مهارت زیادی در این زمینه پیدا کرده بود. او تا سال 1944 درآمد حاصله از هنرنمایی های خود را به طور مخفیانه به نیروهای مقاومت هلند میداد. او بعدها در این باره گفت: بهترین تماشاچیان من در آن روزگار کسانی بودند که برای تشویق من در پایان هنرنمایی‌هایم